ها نه دیگه، تلفیق اینا میشه برنامه‌نویسی دیگه، ترکیب چیزا که یاد میگیرید میشه برنامه‌نویسی. خب بریم در مورد لت هم صحبت بکنید. خب لت چیه؟ لت رو برید یه سرچ بکنید تو اینترنت. لت از ES در واقع 6 به این ور، اکمال اسکریپت 6 به این ور اومدش. لت و کانست تعریف کردن این هم همینطور دیگه. حالا من بنویسمش اینجا، این رو هم اکمال اسکریپت 6 به این ور اومدن، اینا تشکیل شدن، یه فرقایی با ور دارن در مورد صحبت میکنم. شما میتونید بیاید let به جای ور در واقع بیاید اینجا بنویسید first name مثلا به این شکل، مقدار حالا مثلا تورج رو بذاریم و let last name. در مورد فرقاش الان شروع کنم صحبت کردم، مثلا این هم باشه آرمین، let مثلا age و let مثلا check، این هم مقدار true. اینجا هم بیاید console.log بگیریم مقدار first name رو، همینجوری برید تا انتها last name. ببینید ایکسش رو داره میزنه، هیچ فرقی نداره، متغیره، ولی یه فرق عمده داره که الان فرق عمدهش رو بهتون میگم. این چک رو هم بذاریم، میام این طرف ببینید داره میگه تو رج آرمین 34 true و یه دونه شما فقط تایپ آف میزنم، بقیهش این مشخصه. میخوام فقط ببینید که هیچ فرقی نداره، چک رو بذاریم بولیان برگرد. خب این هم بعض تعریف کردن متغیر با let. یه بعض const رو هم ببینید، const جای استفاده میشه که اصطلاح ثابته. مثل چی؟ شما میخواید تو پروژهت پیش میاد، شما میخواید تو پروژهت بیای با جاوا اسکریپت هم راحت میشه هوش مصنوعی نوشت. شما میخواید عدد پی رو بیای مثلا توی وزنها ضرب بکنیم. من پی رو دارم، پی میشه چقدر؟ 3.14. میخوام تو کل پروژه هم هر جا که میام استفاده میکنم از عدد پی رو مقدار کانست باشه، ثابت باشه، یعنی هیچ وقت هیچ کس نتونه بیاد این مقدار رو عوض کنه. من الان میام اینجا برمیگردم میگم console.log p و تایپش رو هم میام اینجا برمیگردم میگم console.log تایپ pi و سمیکالون هم رو میذارم. ببینید چی برگردونه؟ نامبر. ببین عدد فلوت ملوت اینجا ندارید، نامبر، نامبر خالی. چی برگردون؟ نامبر 3.14. حالا من میام اینجا برمیگردم میگم که ببین pi رو من میخوام آپدیت کنم، مثلا بکنمش 4.5. ببین داره زیرش خط میکشه، بریم روش رو بگیریم. داره برمیگرده میگه اتمپت داری میکنی که، تلاش داری میکنی که این رو عوضش بکنی، ولی در صورت که ایشون چی؟ رید اونلی، فقط خوندنیه. پس کانست این پی اچ پی که یه چیزی داره به نام کانست، تو پی اچ پی داریم مثلا یه چیزی به نام دیفاین که شما میتونی مقدار یا وریبل ثابت تعریف بکنی و همه جای پروژه بیا ازش استفاده بکنی. توی جی اس هم داریم، توی جمعیدم جاوا به نام فینال فارسی خودم، یه مقداری هستش به این نام که میتونی ازش استفاده کنه. تو همه زبان ها هستش، میتونید این مقدار رو قرار بدید. پس اولا اما کانست یه مقدار رو میام تعریف میکنم و دیگه کسی نمیتونه بیاد عوضش بکنه مگه اینکه از اون کانست برش دارم. خب پس کانست یا عدد ثابت رو هم فهمیدید به چه صورت هستش. اینا تو اکمال اسکریپت اومدن، توی اکمال اسکریپت 6 به اینور اومدن قرار گرفتن. بریم فرق ور و لت رو بررسی بکنیم که ببینیم کدوم استفاده بکنم. اولا دیگه من خودم اگه بخوام استفاده بکنم از لت استفاده میکنم تو پروژه‌ام، ولی آیا ما از ور میتونیم استفاده بکنیم یا نه؟ نگاه کن، من اینجا میام یه ور تعریف میکنم، می‌نویسم ور x مساوی با 100 و سمیکالن هم رو می‌زنم. بلاک باز و بسته. خب بریس باز و بسته. نکته، شما تو هر قسمت کدت اگر توی بریس باز و بسته وارد شدی، نگاه کن، یعنی اینجا شما اومدی اینجا هر کدی رو نوشتی، هر متغیری رو اومدی تعریف کردی، هر متغیری اومدش توی بریس باز و بسته، نگاه کن اینجا من میگم دیفاین میکنم یه وریبل، یه وریبلی رو میای اینجا دیفاین میکنی، فقط و فقط ارزشش کجاست؟ داخل فقط بریس باز و بسته، فقط اونلی، یعنی فقط و فقط اینجا استفاده میشه. ولی جاوا اسکریپت اومد این قضیه رو شکست و چیه؟ اگه از ور استفاده بکنی شما میتونی اون متغیر رو عملا گلوبال تعریفش بکنی، یعنی کاملا همه جای پروژه استفاده میشه. مثلا اینجا نوشتم ور x، اینجا می‌نویسم ور y مساوی با 200، بعد دوباره یه بریس باز و بسته اینجا میذارم، می‌نویسم ور sum و می‌نویسم x متغیره، y متغیره، و اینجا برمیگردم میگم که
میام بیرونه، بیرون ایشون این بیرون برمیگردم میگم کنسول دات لاگ سام. خب میام اینجا میبینمش چی رو برگردون؟ 300. اوکی 300. چه اتفاقی افتاد؟ اگر شما توی جاوا اسکریپت متغیری رو کلمه کلیدی ور پشتش بذارید، ایشون کاملا گلوباله و توی بریس باز و بسته شما اگه بیا متغیر تعریف بکنید همه جای پروژه چی میشه؟ قابل استفاده است. تو اون صفحه، یعنی توی صفحه اگه 10,000 خط کد نوشته باشه یه متغیر بنویسید ور مثلا تی مثلا مساوی با 2، تو همه جای پروژه قابل استفاده است. حتی فانکشن ها، من بیام اینجا مثلا بنویسم فانکشن سام دیتا، خب بیام برگردم بگم متغیر داره به نام دیتا، برمیگردم اینجا میگم ریترن کن برای من x به علاوه y به علاوه سام به علاوه دیتا ورودیش. یه فقط تست چیزا در واقع مثاله، برمیگردم میگم سام دیتا، میگم خب دیتا مثلا بهش میدم 400. خب نگاه کن بالا x و y رو بهش دادم دیگه، 100 و 200 جمعش میشه 300. عملا اینجا میشه 300 به علاوه 100 به علاوه 200 میشه 600 به علاوه 400 میشه چقدر؟ 1000. درسته؟ 1000 رو برگردون. فهمیدید یا توضیحه؟ نگاه کن من وقتی که نه فقط ور در مورد لیت فعلا صحبت نکردم، ور هر جا تو هر جای پروژه تو هر تو منظورم هر جای پروژه یعنی توی این صفحه هر جاش بیاد متغیر به نام ور تعریف بکنی، ایشون کاملا به صورت گلوبال، فرق نمیکنه میخواد توی بریس باز و بسته فانکشن ها بره، میخواد بره تو توی بریس باز و بسته کلاس ها بره. من میتونم اینجا کلاس هم تعریف بکنم، مثلا بیام اینجا بنویسم کلاس مثلا هیومن، بریس باز و بسته بیام اینجا شروع کنم پراپرتی تعریف کردن و اینیشیالایزش بکنم از طریق. خب هر جا توی بریس باز و بسته بره، اصلا بریس و باز و بسته اولا برایش هیچ معنی نداره. انگار من اینها رو نذاشت، انگار اینها رو من نذاشتم و اولا اصلا تو هیچی اثیر نیست، ولی لت اینجوری نیست. حالا میام در مورد لت صحبت، یعنی اولا اینجا شما اومدید چیکار کردید؟ انگار ورداری تعریف میکنی، متغیر از نوع ورداری تعریف میکنی، اصلا ایشون محدودیت حالیش نمیشه. فهمید شد؟ همه فهمیدن؟ اوکی هم؟ خب حالا لیت اینجوری نیست، لیت از قوانین کامل برنامه نویسی داره استفاده میکنه. مثلا من میام اینجا میگم لیت x مساویه با 100 بریس باز بسته، یعنی من توی بلاک کد دیگه وارد شدم. یعنی چی اینا که من دارم مینویسم؟ یاد که حالا برنامه نویسی بلدین دیگه، تا یه حدی درساش رو خوندید. وقتی شما برمیگردید میگی که من اینجا یه بلاک دارم، اینجا ببین منم، خب توی یک بلاکم، توی این کلاسم من. خب حالا من شما رو بیام بندازم توی محفظه، من شما رو میندازم توی یه دونه محفظه، محفظه‌ش هم چی جوریه؟ شما خفه میشید اینجا. خب محفظه به چه صورته؟ من میتونم شما رو ببینم ولی شما نمیتونید من رو ببینید. اوکی، پس من میتونم شما رو ببینم، میتونم دیتایی که دارم رو حالا یه جوری بهت برسونم، از بالا دارم مثلا پرتاب کنم بگم بگیر مثلا این دیتای من 100-200 تومن مثلا اسم دیتا میدم بهت، میتونی تو جمع کنی تقسیم کنی، ولی تو بیرونی نمیتونی بیای رو من تاثیر بذاری. چرا؟ چون تو بسته ای، تو یه بلاکی. این عملا وقتی اینجا بریس باز و بسته میذاری مثلا let y مساوی با 200، خب اوکی ایشون بیرون بریس باز و بسته است، خب و شما داخل محفظه ای، شما میتونی در واقع از این اینجا استفاده بکنی. چرا؟ چون این شما رو میتونه ببینه، از دیتاش میتونی استفاده بکنی. خب من میتونم میام اینجا بنویسم let sum، بنویسم x، ببین x رو راحت به علاوه y، و برگردم بگم console.log سام بزنم و قشنگ هم میاد اینجا برام 300 رو برمیگردم. ولی نکته، اگر من بیام بیرون این و برگردم بگم let sum، بگم x به علاوه y، y رو اولا نمیشناسه، میبینید نمیشناسه. دوم اگه زیرش قرار میگیره برمیگرده میگه چی؟
میگه همچه وریبلی همچه تایپی وجود نداره، برای چی داری ازش استفاده بکنی؟ چرا نمیتونه ازش استفاده بکنه؟ چون اوکی داخل بریس هست، ولی چرا نمیتونه استفاده بکنه ازش؟ اصلا نگاه کن، نمیخواد حفظ بکنید یا خودتون رو اذیت بکنید. اینا توی یه راستان این دوتا و توی هیچ بریسی یا توی هیچ بلاکی اسیر نیستن. اولا ایکس و این متغیر سام میتونن با هم دیگه مثلا رد و بدل دیتا داشته باشن، ولی من نمیتونم الان بیام اینجا، حالا مثلا من کنسول لاگ رو مقدار سام رو بذارم، الان قشنگ میتونم با هم دیگه جمع بشن، اوکی هم هست. چرا؟ چون این جفتشون توی بریس بازو بسته نیستن، تو بلاک در واقع توی بلاک اسیر نیستن، همدیگه رو میبینن، ما میگیم همدیگه رو میبینن. خب ولی اینجا چیه؟ این رو میبینید انگار کردنشون توی بلاک. حتی تو بلاک بکنه یعنی چی؟ یعنی اولا این ایگرگ بیرون این بلاک هیچ ارزشی نداره، کسی نمیشناسدش، فقط و فقط تو این بلاک. تا این پای من قیام قیامت دارم اینجا الان نگاه کنم، بذارم console.log ایگرگ، معلومه که میشناسه. الان ببین 200 رو برمیگرده، یا الان برگردم بگم به علاوه 1000، ببین 1200 میکنه. چرا؟ چون تو این محوطه بریس بازو بسته ایگرگ اومده تعریف شده و تا قیام قیامت تو این بریس همینجوری شما برید پایین ارزش داره. من میتونه خیلی جای دیگه هم ارزش داشته باشه، بذار نشونتون بدم. الان هم اینجا بیام دوباره یه دونه بریس بازو بسته بذارم let z مساوی مثلا با 500، اگه برگردم بگم console.log z به علاوه ایگرگ z، آیا این خروجی برمیگرده یا نه؟ ایگره چنده؟ 200ه. این چی میمونه؟ این میمونه که آدمه وایستاده بیرون اون محفظه، Z تو محفظه است ولی ایگره بیرون محفظه است، ولی میتونم با هم بیرون رد و بدل دیتا داشته باشن. چرا؟ چون بیرون محفظه است و اصطلاحا ما میگیم اولویت داره، میتونه ببینه. در مورد این که سوالی نیست، اینا خیلی مهمه، این متغیرها که اینجوری تعریف میشه. فردا یه دفعه مثلا توی فانکشن شما می‌خواید این متغیر رو ازش استفاده بکنید، بعد بدونید چش. در مورد این اگه سوال هست فکر می‌کنم حل شده باشه، اگر نیست دوباره بصری بکشمش، سمی و بصریش کنیم. اوکی آرش انجامش بدید.